ایرانی مازیار صفایی به سالن ملاقات. مازیار صفایی ملاقات. سلام. سلام. سلام داداش. اینه. اسمش چیه؟ اسمش علیرضاست. دو تا کوچه پایین‌تر از ما میشینم. خانواده‌شون رو میشناسم. هم سطح خودمونن. همدیگر رو میخوان. تو اگه بگی آره، یه عقد براشون میخونم که رفت و اومدنشون شرعی بشه. بالاخره کار خودتو کردی. من با خواهرش دوستم. فقط چند بار هم دیگر دیدیم. خانواده‌اش چی میگه؟ خانواده‌اش زیاد موافق نیستن به خاطر بابات، ولی پسره راضیشون کرده. بگو بیاد جلو. من اگه جای تو باشم میگم سلام. سلام. کارت چیه؟ پراید دارم. پراید؟ قسطی خریدم، تو آژانس کار میکنم. تو کار خلاف که نیستی؟ میدونی من برای چی اینجا؟ چیزایی میدونم. نگفتی. من سرم به کار خودمه، تازه سربازیم تموم شده. چند وقت هم دیگری میشناسیم؟ لیلا با خواهرم دوسته. لیلا؟ ایشون. واقعا دوستش داری؟ آره. اگه بگم نه چی کار میکنی؟ شما نمیگین نه. اگه بگم؟ پسر خوبیه. خدا کنه همه جوانا خوشبخت بشن. تو هم با اونا. داداش، من یه کارایی کردم. نمیدونم کار خوبیه یا نه. چی؟ فضولی کردم یه چیزایی فهمیدم. اونی که ما فکر میکردیم سهرابه، سهراب نیست. افراسیابه. افراسیاب؟ همونی که اومده بود در خونه ما. افراسیاب خودش اومده بود در خونه ما؟ آره، من خودم دیدمش. کسافت. یه خبر دیگه، خانواده پریسان دارن میرن خارج. افراسیاب برده راهیشون کنه برن امریکا، خودش برگرده. پریسان هم باشون رفته؟ نه، یعنی اون میمونه با افراسیاب. اینجا چی کار میکنی؟ بد کاری کردم اومدم استقبالت. کی به تو گفت بیا استقبال من؟ خودم. دلم برای تنگ شده بود. برای سومین بار دوشیزه خانم، خانم پریسان حمیدی، آیا به بنده وکالت می‌دهید تا شما را با مهریه معلوم و عقد دائم آقای افراسیاب تاجیک در میارم؟
بله. نفهمیدم که نیرم عمله کنم. اگه بزنی چند نفر رو بکشه چی؟ نه نه تر الان یه دفت بشن بیشتر نشم هم نیست. سه دفتی داشتم دو تا چشیدی کرد. حد وقت شدیم رفت. سلام افراسیابم، شما تو خونه اید؟ نمیخواید از بابا مامان و روزبه بهتون خبر بدم؟ خبرهای زیادی براتون دارم. من دارم میام پیشتون، الان راه میافتم. منم افراسیاب. نمیخوای در باز کنی بیام تو؟ مال شماست. خیلی ممنون.
مادر بزرگ کجاست؟ مادر بزرگ؟ نکنه تنهایی؟ تنها؟ آره تنها. پس یعنی من امشب، یعنی شما نظرتون در مورد من باورم نمیشه. خب حالا یعنی شما از مهموناتون همینجوری پذیرایی میکنی؟ نه بفرمی. مهمون نوازی ایرونی ها میگن خیلی فوق‌العاده است. شما هم که یه دختر ایرونی اصیل. از مامان و بابا چه خبر؟ سوار هواپیماشون کردم رفتن. همه چیز بی‌نقص. من همه این کارا رو به خاطر تو کردم پریسا. به خاطر تو فقط. من فقط میخوام شما منو بپذیری. من میرم براتون شربت بیارم. من دوست ندارم شما تو خونه کار بکنید. من بهترین زندگی رو برای شما درست میکنم. حالا شما بشینید، من ازتون پذیرایی میکنم. بشینید مثل یه مهمون. اوکی؟ شما نمیخواید شربتی که من براتون درست کردم بخورید؟ شربتش مخصوصه. من نمیخورم. شما نمیخواید شربتی که من براتون درست کردم بخورید؟ شربتش مخصوصه. من نمیخورم. چرا نمیخوری؟ زحمت کشیده، برات شربت درست کرده، بخور. گفتم بهت بخور. تو اینجا چی کار میکنی؟ من اینجا چی کار میکنم یا تو اینجا چی کار میکنی؟ خوب جایی به هم رسیدیم. یه مجرم فراری، یه دیوونه بی کس و کار، توی یه شب شاعرانه یه عروس داماد بیگناه و به طرز فجیع به قتل رسوند. قتل فجیع میدونی یعنی چی؟ یعنی خشاب این 30 تا فشنگ داره، 15 تاش سهم تو، 15 تاش هم سهم این کثافت. تو رو خدا نه، جفتتونو میکشم. مازیار تو داری اشتباه میکنی. دوست دارم اشتباه کنم، حال میکنم دارم اشتباه میکنم. شما میدونین چه بلایی سر من آوردین؟ زندگی منو تباه کردین.
من فقط اومده بودم بگم خسرو و مادرش و روزبه رو فرستادم رفتم، کار دیگه نداشتم. دیگه برای این حرفا خیلی دیر شد. من رو نگاه کنی، این یعنی آخر خط. من فقط اومدم بگم ببین با من چی کار کردی. اول تو رو میکشم چون دوست دارم، میخوام بفرستمت بهشت. بعدش هم تو رو میکشم چون ازت نفرت دارم، میخوام بفرستمت جهنم. هر کاری بگی میکنم. خفه شو، پاشو بستا، با تو خیلی کار دارم. بهم بگی کی هستی؟ از کجا آمدی؟ برای چی آمدی؟ تو روز به اون روز انداختی مگه نه؟ من تو فهمیده بود چه نقشی بود؟ چه بلایی سرش آوردی؟ من به خاطر تو اون کارو باش کردم. دروغ میگی کثافت. تو به خاطر این منتدش کردی چون فهمیده بود تو چه آشغالی هستی. هر چی بخوای بهت میدم، بذار من برم. تو اون مدارک آوردی دادی در خونه ما که منو بندازی زندان که موی دماغت نشم، درسته؟ آره من این کارو کردم، اما حالا حاضرم جبران کنم. چجوری میخوای جبران کنی؟ هر جور که تو بگی. پس بمیر. حالش خوب نیست. زنگ بزن پلیس بیاد، بگو اومده بود منو بکشه. اسمی هم از من نبر. میدونی که اگه من درگیر این ماجرا بشم، بابا و مامان روز به عمر دنیا تنها میمونن. ممکنه به کمک من احتیاج داشته باشن. مامان بزرگ حالت خوبه؟ بزرگم نفهمی من اینجا بودم. چی شد؟ این عزرائیل از کجا پیدا شد؟ دیوونه شده بود. خدا الهی نسلشونو برداره. ای وای خدا. بله پدرتون. پدر من؟ اومده ایران. اینم کارت هتلشه.
ببخشید من تنهاتون میذارم. من میگم تو برای چی پاشدی اومدی ایران؟ قرار نبود. قرار بود یا نبود؟ وقتی تو بهم تلفن نمی کردی من چیکار میتونستم بکنم؟ من نباید خبر داشته باشم تو چیکار داری میکنی؟ تو باید به اولین پرواز برگردی، حتی اگر شده فردا. من نیومدم که برگردم. تو نباید تو ایران بمونی، حتی یک روز. تو اینجا چه غلطی داری میکنی افراسیاب؟ من دارم خرابکاری جناب عالی درست میکنم. گفتی اون کتابو گرفتی؟ آره گرفتم. کجاست؟ جاش امنه. پرسیدم کجاست؟ چی کار داری کجاست؟ میخوام ببینمش. نمیخواد ببینی. با من اینجوری حرف نزن. من هر طور دلم بخواد حرف میزنم. چیه؟ میخوای اونم تو یه چشم هم زدن به باد بدی؟ تو همیشه به من گفته بودی اون کتاب مال منه، حالام هست. من هنوزم سر حرفم هستم، ولی اون کتابو یه جوری باید از این کشور خارج بکنی یا نه؟ چطور میخوای این کار بکنی؟ به خودم مربوطه. اون کتاب اسباب بازی نیست. اون کتاب خیلی بیشتر از اون چیزی که تو فکر میکنی ارزش داره. تو دیگه نمیخواد از ارزش برای من حرف بزنی. تو خودت هیچ وقت ارزش هیچی رو ندونستی. اگه میدونستی اون کارخونه رو به هیچی نمیفروختی به خسرو. حالا ببین من چی کار میکنم. چی کار میکنی؟ تا یک ریال آخرشو از حلقوم خسرو میکشم بیرون. حالا میبینی. تو نمیخوای دست از اون کارات برداری؟ چی کار کنم؟ بایستم تماشاش کنم؟ من اومدم حقمو بگیرم و میگیرم. من به هر قیمتی که شده تمام چیزهایی که تو از دست دادی به دست میارم. من باید با دست پر برگردم. با دست پر. معامله ما کاملا قانونی بود. اگه شکایت کنه میدونی چی میشه؟ قولنامه وجود نداره که شکایت کنه. افراسیاب تمومش کن. حالت خوبه؟ تمام دیشب رو من نگران شما بودم. مازیار از زندان فرار کرده بود؟ فرار کرده بود بیا تو رو بکشه؟ کاش میمردم. دیگه خسته شدم. اگه این نگران بابا و مامان و روزبه و کارای کارخونه نبودم میکشتمش. اونم آوردن تو همین بیمارستان؟ فکر کنم. تو که راجع به من به پلیس چیزی نگفتی؟ نه. اون کی بود ادعا کرده بود بابای منه؟ من رفتم هتل، همچه کسی نبود. نبود؟ نه، زنگ زدم با بابا صحبت کردم. اون امریکاست. مطمئنی؟ اگه یه بار دیگه با تماس گرفت یه قراری باش بذار با هم بریم دیدنش. یعنی کی بوده؟ حتما اونم دنبال یه چیزیه. یه ریش میندازم. مادر بزرگ کجاست؟ اون حالش خوب شد رفت خونه.
نگران هیچی نباش، به من اعتماد کن. فکرشو بکن، اگه واقعا من دیشب نمیمدم پیشتون چه اتفاقی میفتد؟ من باید برم کارخونه، هر وقت هر کاری داشتی به من زنگ بزن، فوری خودمو میرسونم. اوکی؟ خدا حافظ. شما اینجا کار داشتی؟ نه بس بفرم. همون اتاق دست دست چطوره؟ خوبم. کی اومده بود دیدنت؟ ها؟ معلومه هر کی بوده، هم جوان بوده هم سهراب؟ نه. پس کی بوده؟ هیچکی. یعنی یکی از بچه های دانشکده بود. دانشکده؟ از کجا فهمیده بود؟ من بهش زنگ زدم. پس تو بهش زنگ زدی. دیگه کی میاد؟ نمیدونم چرا حس میکنم اون شب به جز تو و مادر بزرگت کسی دیگه هم پیشتون بوده. من که بهتون گفتم من و مادر بزرگم فقط خونه بودیم. یه دفعه مازیار با اسلحه اومد تو، سرشم با آمپیچی بود، منو تهدید کرد دست و پای مادر بزرگو ببندم. بعد یه تیر به تو زد، تیر دوم خشاب خالی بود، بعدم بیهوش شد و افتاد روی زمین. خیلی شانس آوردی. مادر بزرگت هم همینا رو برام تعریف کرد. منم بلافاصله زنگ زدم 110. خیلی خوب. خانواده مازیار رو آوردم ببینمش. ببخشید میشه یه سوالی ازتون بپرسم؟ بله بفهمی. با مازیار چی کار میکنی؟ من فقط منتظرم به هوش بیاد یه چند سوال ازش بکنم. پرونده شو خوندم. متاسفانه این جوان با فرارش همه چی رو خراب کرد. من کی میتونم برم خونه؟ مادر بزرگم تنهاست، از درسامم دارم عقب میفتم. هر وقت دکترتون تشخیص بدن میتونی برید. بفهم خون برای من مسئولیت دارم. بفهم. برادرمه، یعنی حق ندارم ببینمش؟ ببینش، او که بیهوش. چرا نمیذارم بچم رو ببینم؟ چرا نمیذارم بچم رو ببینم؟ حالا نمیشه ما یه لحظه بریم بالا سرش؟ میخوای منو بدبخت کنی؟ خب من چی کارم؟ برید با اون خانم پرستار صحبت کن، تازه اونم اجازه نمیده. باشو بریم. چرا نمیذارم بچه‌مو ببینم؟
چرا نمیذارم بچه‌مو ببینم؟ چرا نمیذارم؟ چند ماه خدمتی؟ 5 ماه. اوه پس حالا هستی. تو میدونی حالش چطوره؟ تو چیکارشی؟ من دامادشونم. وضعش خرابه، شاید اصلا به گوش نیاد. یعنی میمیره؟ اونو دیگه نمیدونم. دختره رو دوست داشته؟ خیلی. و چرا میخواستی بکشتش؟ کی گفته؟ همه میگه. من میشناسمش یا همه؟ از زندون فرار کرده، با اسلحه رفته سراغ اون دختره. غیرت داره، میفهمی؟ پس چی که میفهمم؟ غیرت نباشه یعنی هیچی نیست. تو میدونستی اون مهندسه؟ مهندسه؟ پس چی؟ علی رضا. چیه؟ بیا. خداحافظ. علی رضا اون خوب میشه. آقای مهندس تاجیک؟ بله. آقای تابش منتظرتونم، بفهم. من اسناد کارخونه رو بررسی کردم، موردی نداره. سدونگ به نام آقای تاجیک، یعنی پدر من. سدونگم به نام خسرو حمیدی، رقیب شما. دقیقا. حالا نظرتون چیه؟ تنها رقیب ما توی بازار خسرو حمیدی بود، یعنی شما. باورم نمیشه که حالا تصمیم گرفتی کارخونتون رو به من بفروشی. شما رو خود آقای حمیدی به من معرفی کردن قبل از سفرشون به امریکا، گفتن اولین پیشنهاد رو به شما بدم. بعد؟ همین امروز با 2 نفر دیگه هم قرار دارم. میتونم بپرسم کیا؟ آه متاسفم، من اسم شما رو هم به اونا نگفتم. این طبیعیه، من باید هرچه سریعتر برگردم. آقای حمیدی و پدر من توی امریکا منتظر من هستن که پول ببرم. شرکتی که اونجا تأسیس کردیم نیاز به شارژ مالی داره. یعنی خسرو زندگیش هم منتقل میکنه اونجا؟ فقط من موندم و همسرم، یعنی دختر آقای حمیدی. پس شما دامادش هم هستی؟ بله. با این حساب شما حتما از طرف خسرو و پدرتون وکالتنامه داری. مگه غیر از اینم میشد؟ پس میمونه یه بازدید و گزارش عملکرد مالی، موجودی انبار تولید و موجودی انبار مواد اولیه که گفتم تهیه بشه. قیمتش هم همونیه که گفتین؟ قیمت واقعیش بسیار بالاتر از اون رقمیه که من به شما پیشنهاد کردم. خودتونم میدونید عجله من و پول نقد شما داره ما رو به هم نزدیک میکنه. میتونیم همین الان بریم برای بازدید؟ یعنی من قرارم رو با اون آقایون کنسل کنم؟ من میخوام. اوکی. Thank you.
ببخشید منتظر موندیم. خواهش میکنم. بفهمید. گردش مالی سال گذشته تا امروز. این موجودی مواد اولیه. این موجودی محصولات. این تعداد و مشخصات دستگاه ها. این آمار و شناسنامه کارگرا، دستمزد ها. و این و اینم که سایر موارد. عالیه، من دیگه تسلیمم. قرارمون؟ هر وقت شما بگی. بفرمایید. پدر قرصام. قرصام کجاست؟ تو چمدون. تو میخواستی منو بکشی؟ من فقط این کارو کردم که تو از خونه بیرون نری. تو هیچ وقت با من رفتار خوبی نکردی. من خیلی برای تو زحمت کشیدم. تو هیچ کاری واسه من نکردی، خودت هم میدونی. من همه زندگیمو در اختیار تو گذاشتم. من دلم میخواست تو درس بخونی و مثل همه اون ایرونیایی که تو دنیا موفقن موفق بشی، اما تو هیچ وقت به حرفای من گوش نکردی. من گوشم از این حرفا پر پدر پر. نارو تو بخور، باید بریم جایی. کجا؟ باید بریم یه وکالتنامه به من بدی. میخوای چیکار کنی؟ میخوام سهم خودمون از کارخونه بفروشم. بفروشی؟ آره. تو هیچ میدونی اون کتابی که الان پیشته بیشتر از اون کارخونه میارزه؟ تو برای اینکه اون کتابو بتونی از این کشور خارج کنی، نباید کاری بکنی که پلیس دنبالت باشه. من میدونم دارم چه کار میکنم. تو نمیدونی، تو هیچی نمیدونی. تا اگه بخوای اینجام دنبال کار خلاف باشی، هم خودتو میگیرن هم کتابو از دست میدیم. من نمیذارم تو این کارو بکنی. به من بگو کتابو کجا گذاشتیش. من هر کاری که بخوام بکنم میکنم، هیچ کس هم نمیتونه جلومو بگیره. پس اون کتابو بیار بده به من، بعد هر غلطی که میخوای بکنی برو بکن. ببین چی بهت میگم. من به شرطی بهت وکالت نامه میدم که اون کتابو به من بدی. سلام. سلام. بشین. خب تعریف کن، دیروز بعد از ظهر دیشب کجا بودی؟ اتفاق افتاده؟ قرار من سوال کنم تو جواب بدی. دنبال کارهای شخصی. کارهای شخصی یعنی چی؟ دیروز بعد از ظهر یه سر رفتم نظام مهندسی، سر راه هم نون گرفتم برگشتم خونه. دیشب هم خونه بودم. آخه من هنوز باید استراحت کنم. یعنی تو خبر نداری دیشب تو خونه حمیدی چه اتفاقی افتاده؟ چه اتفاقی افتاده؟ مازیار جنابالی از زندان فرار کرده، با یه اسلحه رفته خونه حمیدی. با اسلحه؟ بله، با یه قبضه MP5. بعد چی شده؟ چه میخواستی بشه؟ یه تیر زده به پریسان حمیدی، خودش هم ماشلاش اونجا افتاده. یعنی چی؟ ما هم میخوایم همینو بدونیم. یعنی ما هم میخوایم بدونیم که اون با همون زخم قبلیش از هوش رفته یا کسی اونجا بوده با هم درگیر شدن. مثلا کی؟ مثلا تو. چرا من؟ برای اینکه تو دل خوشی از مازیار نداری، اینو خودت گفتی. من نمیخوام سر به تنش باشه. بواظب حرف زدنت باش. الان جفتشون توی بیمارستان. کدوم بیمارستان؟ من تو رو اینجا نخواستم که آدرس بیمارستان رو بهت بدم. فقط میخوام بدونم تو دیشب اونجا بودی یا نه. یه
که میسقه این مرتبه دیوونه رو بذاره کف دستش. پس شما اینجا دارین چی کار میکنین؟ خسته نباشید خانم. خانم پریسان حمیدی تو کدوم اتاق بستنی هست؟ 130. سلام. سلام. چی شده؟ نمیدونم. هیچی نمیدونم. مرد که دیوونه دیگه شورشو در آورده. چجوری اومد تو؟ یه دفعه وسط سالن دیدمش. با لباس زندان بود. یه اسلحه هم دستش بود. سر و صورتش هم خون خالی بود. اونم آوردن اینجا؟ تو CCU. بفهم. هنوز نمورده؟ بله؟ میذاری برم تو؟ چکارش داری؟ میخوام بکشمش. اسم اینجا چکارم؟ آقای مهندس. چرا عجب بلند شدی؟ وضعش چطور بود؟ هیچ، داشت جون میگه. تو نباید به مرگ یه نفر دیگه راضی باشی. حتی اگه اون یه نفر یه دیوونه زنجیری مثل مازیار باشه؟ آره. این همه بلا سر تو ورده، باز دلت براش میسوزه؟ من میخوام یه چیزی بهت بگم. قول بده به کسی نگی. چی؟ هیچکی نمیدونه. چی؟ اون دیشب اومده بود منو افراسیابو بکشه. مگه افراسیابم اونجا بود؟ آره. آره؟ آره. افراسیاب برای چی اومده بود؟ اومده بود به ما سر بزنه. چی گریه میکنی؟ رفتارش یه طوری بود که من ازش ترسیدم. ترسیدی؟ اگه مازیار نبود. پس چرا به پلیس نگفتی؟ گفت به هیچکی نگم. اون گفت مامان و بابا و روزبه اون بر بهش احتیاج دارن. اینجام کارخونه و همه کارهای بابا دستشه. یعنی؟ حالا که باباشم اومده ایران ازش میترسم. هرچند خودش اصرار داره بگه که پدرش ایران نیومده. من نمیدونم چه اتفاقی داره میافته. زندگی فرصت لحظه لحظه هاست، لحظه هایی که میاد و میگذره، فرصت گم شدن و پیدا شدن تو همین راهی که ما رو میبره. زندگی فرصت لمس